طی هفته گذشته و پس از توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران در جوان 2018، پلیس فرانسه با یورش به یک مرکز اسلامی در این کشور مسئول و تعداد دیگری از اعضای این مرکز که به رژیم ایران وابسته هستند و برخی نیز که مسلح بودند را دستگیر کرد. فرانسه همچنین دارایی‌های دو مأمور وزارت اطلاعات رژیم ایران را مسدود نمود که در خبرگزاری‌های جهان به طور گسترده انعکاس یافت. اما این اخبار از چه اهمیتی برخوردارند؟ چرا مسئله تروریسم رژیم اکنون اهمیت پیدا کرده است و آیا این موارد حل شدنی و گذرا هستند؟ امروز در خدمت آقای مهداد هرسینی، سخنگوی بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه هستم. خب آقای هرسینی، خبر استرداد دیپلمات رژیم ایران از آلمان به بلژیک، یورش پلیس فرانسه به یک مرکز رژیم توی این کشور و مسدود کردن حساب ماموران وزارت اطلاعات در فرانسه توی جهان پیچید و به خبر شماره یک خبرگزاری‌ها تبدیل شد. سوالم این است که چرا این خبر اینقدر سر صدا کرده و انعکاس این اخبار از چه اهمیتی برخوردار است؟ نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم غفاری گرامی و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا. عرضم به حضور شما که همونطور که شما اشاره کردین، این استرداد و حکم انسداد اموال و حساب‌های بانکی ماموران وزارت اطلاعات رژیم در فرانسه به نظر من از چند ویژگی مهم برخورداره. نخست اون چه که به استرداد اسدالله اسدی دیپلمات رژیم در وین برمیگرده، خب میدونید که اسدی یک افسر اطلاعاتی رژیم و یک کارشناس بمب‌گذاری بودش و به عنوان دبیر سوم سفارت مسئول هماهنگی و شبکه‌های ترور، جاسوسی و حتی عملیاتی رژیم در اروپا بوده. دستگیری اون بعد از نقل و انتقال مواد انفجاری به نوبه خودش یک ضربه مهم به ماشین تروریسم دولتی خامنه‌ای در پوش دیپلماسی بود، چرا که تا به امروز سابقه نداشت که در خاک اروپا یک مأمور رسمی، منظورم مأمور دیپلماتیک رژیم، رو دستگیر بکنن. احکامی علیه افراد حقیقی و یا حقوقی وجود داره، اما تا قبل از این مورد چنین دستگیری وجود نداشته، به ویژه اینکه این فرد در اتریش هم از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار بوده. بعد از دستگیری اسدالله اسدی همواره مقاومت ایران و به ویژه شخص خانم رجوی بر شفافیت در این مورد تاکید می‌کردند که بایستی این قضایا و این توطئه تروریستی از شفافیت برخوردار بشه و پروسه‌شو کامل بدون هر گونه دخالتی از سوی رژیم طی بکنه، چون که رژیم تلاش زیادی داشت و هنوزم داره که با اهرم‌های تجاری، اقتصادی و مجموعی از مناسبات خودش به ویژه در پوش برجام این دیپلمات تروریست رو به اتریش برگردونه و بعدش هم از اونجا راهی تهران بکنه. ما موارد این چنینی متاسفانه در این کشور داشتیم. نمونتاً پاسدار صحرا رودی بودش که در قتل‌ها علیه اکراد ایرانی در وین شرکت داشت و زخمی هم شد حتی در اون عملیات تروریستی. الان مسئول دفتر پاسدار لاریجانی هستش، رئیس مجلس حکومتی رژیم. به هر حال استرداد اسدی که به حکم یک دادگاه در شهر بامبرگ در استان باواریا آلمان صورت گرفته، به یقین خط بطلانی هستش بر تمامی تلاش‌های رژیم برای در بردن خودش از قانون و یک حسابرسی در سطح بین‌المللی و یک شکست جدی هستش برای رژیم تو این زمینه و نشون میده که قانون و عدالت تا اینجا بر دیپلماسی تروریستی رژیم، بر ساخت و پاخت‌های رژیم پیروز شده. این جای تبریک داره. میتونیم این نتیجه منطقی رو هم استنتاج بکنیم که بر مجموعه بحران‌های لاعلاج دیکتاتوری خامنه‌ای با جامعه بین‌المللی الان یک بحران بی‌سابقه دیگه هم اضافه شده و به طور کلی تعادل رژیم با اتحادیه اروپا به صفت شریک تجاری رژیم برای حفظ به خصوص برجام به هم خورده و به این صورت کلیت نظام رو به یک ایزولاسیون هرچه بیشتر کشیده. این یکی دیگه از تبعات این دستگیری و این استرداد هستش. اما انسداد حساب‌های بانکی ماموران رژیم توی فرانسه به واقع باید گفتش که این از عجایب روزگاره که اطلاعات مخوف یک دیکتاتوری، اون هم از نوع مذهبیش، اجازه داره تا در خفا دست به پولشویی، راه اندازی حساب‌های بانکی، اونم در کشوری که مهد آزادی هستش بزنه. صرف نظر از این سوال منطقی باید گفت که موضوع اساساً و تنها به چنین حساب‌هایی که تماماً در راستای ترور و کشتار هستن بر نمی‌گرده، بلکه اگر قدری ما به عمق ماجرا بریم، موضوع بر سر کلیت رابطه رژیم با فرانسه به عنوان یکی از حامیان برجام
بعد از خروج آمریکا از توافق اتمی برمیگرده. از داده ها چنین میشه نتیجه گیری کرد که روابط رژیم الان دستخوش بحران های سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک شدیدی شده، به طوری که الان علاوه بر موضوعی به نام تروریسم صادراتی رژیم، موضوعات دیگه ای روی میز اومده، مثل موشکی، مثل منطقه‌ای و کلا صدور بنیادگرایی. بدین لحاظ مشاهده میکنیم که مثلا مثل یک حالت دومینو، قضایا در حال شتاب گرفتن و سمت و سو گرفتن نوینی شدن، به طوری که فراتر از فرانسه رفته، الان اساسا موضوع به کل اتحادیه اروپا برمیگرده و مجموعه کشورهای در این اتحادیه، کشورهای مهمی در این اتحادیه مثل آلمان، مثل اتریش یا مثل بلژیک هم کشیده شده که اینا از شرکای مهم و از حامیان مهم رژیم به ویژه در زمینه حفظ برجام هستند. من در چند جمله کوتاه بخوام بگم، فکر میکنم که اهمیت این دستگیری در دو معقوله نه تنها امنیتی بلکه در معقوله دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خلاصه میشه. دقیقا همینطوری که میگین آقای هرسنی، فکر میکنم شنوندگان ما کم و بیش در جریان دستگیری نفرات رژیم در توطئه تروریستی علیه مقاومت ایران در ویلپنت پاریس مطلع هستند. شما هم یک اشاره کوتاهی به این مطلب کردید، اما پلیس فرانسه چرا به مرکز اسلامی الزهراء تو این کشور حمله کرده؟ آیا ارتباطی بین این مرکز و رژیم ایران وجود داره؟ از سابقه سیاه دیکتاتوری ولی فقیه میدونیم که رژیم همواره در پوشهای مختلف مانند فرهنگی، تجاری، دیپلماتیک، مذهبی، سیاسی، سیاستهای مخرب خودش رو به ویژه در زمینه تروریسم به پیش میبره. ما الان در بسیاری از کشورهای اروپایی مثل آلمان، مثل فرانسه، بلژیک، هلند، بوسنی و حتی آلبانی شاهد تحرکات مخرب رژیم در پوش مراکز مذهبی هستیم. مثلا رژیم عملا از بوسنی کشوری اسلامی در قلب اروپا نام میبره، کشوری اسلامی در قلب اروپا. خب بوسنی در فرهنگ تروریسم رژیم آخونده، یعنی پشت جبهه برای نفوذ به آلبانی و به تبع اونم ضربه زدن به مجاهدین تو این کشور. درست. خب تو دنیای آزاد برخلاف حکومت آخوندی اساسا هیچ محدودیتی برای راه اندازی بنیادهای فرهنگی، مذهبی و عقیدتی وجود نداره. اتفاقا رژیم هم از همین سوراخ وارد میشه و دست به راه اندازی شبکه‌های مختلف میزنه. ما الان مثلا در آلمان در هامبورگ مرکزی داریم مشابه الزهرا که مسئول اون از معاونان عقیدتی سپاه پاسداران بوده. اینو تمام مقامات اینجا میدونن. در بوسنی خرچهای سنگین رژیم در پوش بذل و بخشش و شبکه‌های خیریه رو داریم میبینیم. ایزن در آلبانی دست به صدور شبکه‌های مشابهی در پوش مسائل فرهنگی، مذهبی، تجاری زده که سالانه میلیاردها دلار رو وارد اون کشور میکنه برای نفوذ تو این کشور و به قول معروف جاپا سفت کردن و هدف نهاییش هم ضربه زدن به اشرف سه هست. این مرکزی که شما از اون اسم بردین، منظورم مرکز الزهرا، در سال 2009 بنیان گذاری شده و از چندین انجمن تحت عناوین مختلف ضد صهیونیستی، بنیاد شیعه و بنیادهای مثل فرانس ماریان تله تشکیل شده. رهبری گروه الزهرا یا مرکز الزهرا رو یحیی قواسمی بر عهده داره که رابطه مستقیم با رژیم آخوندی در تهران داره. موضوع حمله هم خب همونجور که شما هم اطلاع دارین روز سه‌شنبه دوم اکتبر بود، به وقت محلی صبح زود بود که در یک عملیات ضد تروریستی قریب 200 از پلیس ضد تروریسم فرانسه به این مرکز در شهر گراند سنت در شمال فرانسه حمله کردند و مرکز رو مورد بازرسی قرار دادن. 12 تا مرکز من جمله خونه و رهبران اصلی این مرکز و 11 تن رو به ضمن همکاری با تروریسم دستگیر کردند و همچنین 3 نفر از اونها به اتهام حمل غیرقانونی اسلحه دستگیر شده. به دنبال این عملیات وزارت کشور و وزارت دارایی‌های این مرکز رو در فرانسه مصادره کرد و حساب مالی اون رو مسدود کرد. این احکام وزارتخانه‌های فرانسه همزمان با صدور حکم انسداد دارایی‌های وزارت اطلاعات ایران در فرانسه به خصوص 2 فرد هاشمی و اسدی بودند. این حرکت فرانسه واکنش به یک توطئه تروریستی بودش که قرار بود در ماه جوان علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپند فرانسه صورت بگیره. بیانیه ای از سوی وزارت خارجه فرانسه انتشار یافته که این اقدام رو پیشگیرانه، هدفدار و متناسب ارزیابی کرده علیه تروریسم در خاک فرانسه. ما اگر به بیانیه وزارت خارجه به خصوص اون جمله آخر و اون واژه آخر پیشگیرانش توجه بکنیم، به یقین میتونیم به ارتباط این مرکز به ظاهر اسلامی با دیپلمات‌های تروریستی دستگیر شده رژیم در فرانسه پی ببریم.
که من فکر میکنم که علت اصلی حمله به این مرکز و خلاصه دستگیری رهبر این مرکز همین ارتباط ارگانیک بوده که هم به لحاظ مالی یعنی زمینه های پولشوییش و هم به لحاظ لوجیستیک و عملیاتی در زمینه های تروریسم وجود داشته و دولت فرانسه به این نقطه رسیده که الان بایستی اقدام بکنه. ولی آقای هرسنی، سوال اصلی که مطرح میشه اینه که چرا مسئله تروریسم رژیم الان برای غرب و به طور مشخص برای فرانسه اینقدر با اهمیت شده؟ رژیم دهه ها بود که دست به عملیات تروریستی میزد، در دهه 90 در اروپا، در کشور فرانسه هم دست زد به ترور شخصیت های سیاسی ایرانی، چرا الان؟ واقعیت اینه که ما طی تقریبا بیش از 4 دهه شاهد یک سیاست مخربی به نام سیاست مماشات بودیم. سالیان متمادی چشماشون رو بر سیاست‌های تروریستی رژیم، بر سیاست‌های کشورگشایانه رژیم، اتمی رژیم، الان هم اخیراً موشکی و منطقه‌ای رژیم بسته بودند. البته به نظر من آمدانه بسته بودند. دلیل اون هم مجموعه مناسبات تجاری اقتصادی و همچنین اهمیت ژئوپلیتیک ایران برای اونها بود. به ویژه موضوعی به نام صادرات نفت و گاز بود. خب رژیم با این اهرم بازی می‌کرد و خلاصه چنین وانمود میکرد که گویا اگر رژیم از صحنه بازار نفت و گاز خارج بشه تعادل به هم خواهد خورد و خلاصه در دنیا شغب خواهد شد و خلاصه دنیا به هم خواهد ریخت. یک زمانی موقعی که اعتراض به بیعملی این سیاست میکردیم، به ویژه مثلا فرض بفرمایید در رابطه با مسئله مهمی مثل حقوق بشر، پاسخ میدادن که این مسئله پنجم ششم ما هست، ما اولویت های دیگه ای داریم. درست. در دوران ترورهای کور هم همونجوری که شما اشاره کردیم، بله، سالیان متمادی اینها آمدانه بر تروریسم صادراتی رژیم چشماشون رو بستن تا اینکه یک حکمی از در آلمان صادر شد به نام حکم معروف میکونوس و رژیم تعهد داد تا دست از حدود تروریسم در خاک اتحادیه اروپا، در خاک اروپا و همچنین در خارج از کشور برداره. اما شاهد بودیم که چنین نشد و رژیم به این تعهداتش عمل نکرد. موضوع اصلا تنها به اروپا برنمیگرده. شما کشورهای همجوار ما رو ببینید، شما ببینید در خاک عراق رژیم شلیک موشک، صدور تیم‌های تروریستی علیه ساکنان بیدفاع اشرف، واقعا خاک عراق و طی 10 سال گذشته در سایه سیاست مماشات به توبره بستش. عملیات‌های گسترده در تایلند بودش، تو هند بودش، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، در ترکیه، در بلغارستان، در اتحادیه اروپا تا آمریکای جنوبی و حتی در خود ایالات متحده. این عملیات ها تمامی نداشتن. یعنی واقعیتش اینه که تمام تعهداتی که اینا با رژیم بسته بودن صرفاً روی کاغذ بودش و هیچ گونه تضمینی برای اجرای شدن اون نخواستن و نه رژیم داده بودش. تمامی این اعمال هم همونجور که عرض کردم در پوش و سایه سیاست مخربی به نام مماشات به ویژه و به ویژه از فردای برجام صورت گرفته بود. همونطور که در گزارش ماه ژوئیه مرکز ضد تروریسم آمریکا به روشنی اومده، الان مامورای رژیم قریب چند دهه هستش که در اروپا دست به قتل و اعمال تروریستی میزنن. یک شبکه‌ای در درون رژیم داره فعالیت میکنه، یک سیکلی هستش به نام شورای عالی امنیت، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس به همراه اطلاعات سپاه پاسداران. هدف اصلی و غایه این شبکه غیر از جاسوسی علیه تمامی ایرانیان، ضربه زدن به مقاومت ایران و به ویژه به مجاهدین هستش و از بین بردن فیزیکی اونهاست. بر این منطقه الان با توجه به مجموعه چرخش و نگرشی که نسبت به اعمال و سیاست‌های مخرب خامنه ایجاد شده که نمونتاً همون چرخش در داخل هستش، در منطقه هستش و در جامعه بین‌المللی، الان رژیم بی‌محابا دست به شلیک موشک میزنه، صدور بنیادگرایی میزنه، جنگ‌های نیابتی میزنه. چرخشی هم در رابطه با این سیاست در کشورها به ویژه در غرب ملاحظه شده. یعنی ببینید، میخوام این خدمتتون عرض بکنم این که چرا الان به مسئله تروریسم میپردازن، چون مسئله تروریسم الان به موضوع روز اینا تبدیل شده. در گذشته چنین نبود، اینا اصلا اهمیتی به موضوع تروریسم رژیم نمیدادن. حتی رژیم میومد و افراد و اتباع کشورهای اینها رو ترور میکرد. بمبگذاری های فرانسه ما خاطرمون هستش در پاریس، گروگانگیری از شاخصه های تروریسم رژیم هستش. ولی به دلیل اون سیاست مخرب مماشات
اینها چشم می پوشیدن بر تمام این سیاست های رژیم و خلاصه دست رژیم رو در بسیاری از موارد باز می و حتی خیلی از پرونده ها رو آمدانه به بایگانی می سپردن، به فراموشی می سپردن. نمونتن من عرض کردم خدمتون پاسدار صحرا رودی بودش که چگونه روز روشن با اسکورت پلیس این رو به فرودگاه وین بردن و از اونجا به تهران فرستادنش. این دوران بود که متاسفانه تبعات شما ایرانی ها پرداخت کردیم. خوشبختانه الان چرخشی صورت گرفته. این چرخش همونجور که عرض کردم نخست در داخل کشور بوده و بعدش هم به کشورهای منطقه‌ای و بین المللی کشیده شده و الان در مقابل این سیاست موضع گیری میکنن. امیدوارم این به معنی پایان رسمی عمر مماشات باشه آقای هرسینی. بله منم امیدوارم خانم غفاری گرامی. من فکر نمی کنم که رژیم حتی فکر میکرد که هزینه توطئه برای حمله تروریستی به گردهمایی مقاومت در 30 ژوئن 2018 اینقدر سنگین باشه آقای هرسینی. اما آیا این تحولات چه تأثیری دارند بر روابط خارجی رژیم آخوندها با غرب و در کل جهان؟ بله سخن شما درسته. رژیم اساسا به دلیل وجود برجام و تمایل اتحادیه اروپا برای حفظ اون اصلا تصور نمیکرد که این توطئه مثل یک آوار بر سر خامنه ای خراب بشه. ارزیابی های رژیم بر این بود که اتحادیه اروپا صد البته چشماش رو یک بار دیگه بر تروریسم صادراتی رژیم خواهد بست. دو نمونه پیشتر از اون در هلند داشتیم که با ترور دو ایرانی صورت گرفته بود. به یقین به این ارزیابی غلط ضریب زده بود. یعنی موقعی که اونجا هلند میدونید که این پرونده ها رو عملا آنتنی نکرده، بیرونی نکرده و تلاش کرده که در خفا این پرونده ها رو یک جوری خلاصه در بایگانی و در ارزم بزرگ شما آرشیو دستگاه قضایی گم و گور بکنه. الان در هلند دو پرونده هستش همونجوری که عرض کردم در حال گم و گور شدن هستن. موضوع بسیار بسیار مشکوکه به نحوی که به نظر من دارن ماسمالی میکنن. ما در آلبانی شب عید شاهد یک دستگیری دو نفر از عوامل تروریستی رژیم بودیم که اینها طرحشون کامیون انفجاری علیه ساکنان اشرف سه بودش. خبر اونم زیاد به بیرون درج نکرد. البته خب میگم اینا همه به رژیم قوت قلب داده بود. این تستایی که کرده بود که بله این بار هم یقینا چنون خواهد شد و اتحادیه اروپا همونجور که عرض کردم به دلیل مجموعه روابطش دست به سکوت و بیعملی خواهد زد. خانم رجبی من دیدم اخیرا در تازه ترین موضوع گیریشون در رابطه با تروریسم رژیم تاکید کرده بودن که آخوندها، من جمله شون میخونم، آخوندها و لابی اونها تلاش دارن این تئوری رو جا بندازن که اولا اقدامهای تروریستی کار باندهای خودسر است. منظور خودسر در درون رژیم. ثانیا فقط توسط بخشی از حکومت انجام شده تا در کار روحانی و ظریف کارشکنی کنند. اما این دروغ‌ها تنها کسانی را می‌فریبند که مایلند فریفته شوند تا به روابطشان و استبداد مذهبی ادامه دهند. یعنی من فکر می‌کنم که این واقعیت که کلیت رژیم در این عمل تروریستی دست داشته ما در این هیچ شکی نداریم. از دولت آخوند روحانی به صفت متولی وزارت اطلاعات، چون میدونید که این عملیات تروریستی از طریق وزارت اطلاعات انجام شده. این فرد دستگیر شده یک دیپلمات رژیم بوده که در وزارت خانه به نام وزارت خارجه رژیم فعالیت میکرد. پس اینجا دو تا وزارت خانه تحت امر آخوند روحانی درش دخالت داشتند. سوم از همه شورای عالی امنیت رژیم هستش که اون تصویب نهایی رو کرده که اونم اتفاقا به ریاست کی هستش؟ آخوند روحانی هستش. پس این بازی که رژیم را میندازه و یا جناحی از رژیم و یا حتی بخشی از سیاست مماشات که نه این جناح بوده اون جناح میخواسته این جناح رو خراب کنه، این بازی بقایت فول و بقایت غلطی هستش و در راستای خلاصه همونش که عرض کردم ماسمالی کردن جنایت های رژیم. اما در سایه این سیاست الان خامنه ای نه تنها به اتحادیه اروپا و خاک اروپا بلکه کل منطقه بحرانی خاورمیانه رو به بلوا کشونده. یعنی اصلا موضوع فراتر از اروپا در رفته. شما الان ببینید برای مثال روندی رو که از فردای قبول تسلیم نامه اتمی خامنه ای طی کرده، موقعی که منحنیش رو میکشیم این منحنی رو به بالاست یا به رو به پایینه؟ شتابش تنده یا شتابش کنده؟ منحنی رو به بالاست، شتابش هم رو به بالا هستش. شلیک موشک، آزمایش پیاپی موشک طی سالهای گذشته تماما با سکوت و با بیتفاوتی روبرو شده تا اینکه بالاخره رژیم اومد و شروع کرد به شلیک موشک به پایتخت کشورهای همجوار و اسلامی، تسلیح حزب الشیطان با موشک، تسلیح حوزی‌ها با زرادخانه موشکی، تا اینکه به این نقطه رسیدن تازه اینا دوزایشون افتاد که آقا موضوع جدیه، باید یه کاری کرد چون فشار کشورهای عربی هم برای این منطق بالا رفته بود.
به هر حال به نظر من الان دو تا دیدگاه توی اروپا در رابطه با این وضعیت وجود داره. یا اینکه بایستی با این سیاست فریبکارانه و خلاصه سیاست‌های گذشته‌شون ادامه بدن، یا اینکه به یمن افشاگری‌های مقاومت ایران، حضور گسترده مجاهدین توی صحنه بیان چیکار بکنن، بیان با این وضعیت مقابله بکنن، اینو افشا بکنن و خلاصه اینو بکشن به زیر دستگاه قضایی و پرونده‌هاشو باز بکنن. بردن پرونده ها به مجامع قضایی بین المللی، بردن پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، بستن سفارتخانه ها و مراکز جاسوسی رژیم و همچنین لیست گذاری که اخیرا علائم شما در صحنه سیاست بین المللی دیدیم، لیست گذاری وزارت اطلاعات، اینا کمک میکنه به مبارزه با تروریسم. من فکر میکنم که ما علائمی که الان نزدیکی که بین اتحادیه اروپا و آمریکا تو این زمینه داریم میبینیم، من فکر میکنم که اینها منطقا بایستی راهکار دوم رو پیش ببرن و اینکه به تقابل با سیاست های تروریستی و خلاصه این سیاست های مخرب رژیم بپردازن. الان اشاره کردید به آمریکا، واکنش آمریکا به اقدامات فرانسه چگونه بوده آقای هرسنی؟ رژیم چه واکنشی نشون داده و آیا این تحولاتی که الان بهشون اشاره کردین شما و توضیح دادین در این رابطه، در واقع سیلی های محکمی که رژیم کی پس از دیگری خورده، آیا موارد استثنایی هستن و میتونه به طور دیپلماتیک حل شدنی هستن یا بحران هایی هستن که به قطار بحران های رژیم اضافه خواهند شد؟ اجازه بدید من پاسخ سوال شما رو از بخش آخرش بدم. من فکر نمی کنم که اینا به صورت دیپلماتیک قابل حل شدنی باشن، چون معقول موقعی که به دیپلماسی میرسه، خب طرف مقابل هم یک سری خواستهای دیپلماتیک داره. الان این قضیه فراتر از دیپلماسی رشد و نمو کرده، فراتر به صفت اینکه تبدیل شده به موضوعات امنیتی، به موضوعات سیاسی، به بحران تبدیل شده و بحران هایی که نه تنها در خاک اتحادیه اروپا بلکه فراتر از اون الان موضوعاتی مانند موشکی و حتی منطقه‌ای رژیم به ویژه سوریه هم سر میز آورده. برای این منطق من فکر نمی کنم که این مسائل قابل به صورت دیپلماتیک تنها قابل حل و فصل باشن. اما اون چیزی که به واکنش ایالات متحده برمیگرده نسبت به مواضع فرانسه، در پاسخ به سوال شما من نزدیکی میان دو قاره رو بسیار واقعی تر میبینم. برای نمونه من خبری دیدم که وزیر دفاع آمریکا توی سخنرانی اخیر جدید خودش در مقر ناتو تو بروکسل از اقدامات فرانسه علیه وزارت اطلاعات و حکومت آخوندی به خاطر دستگیری عوامل رژیم و شکست توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران تو پاریس و همچنین تحقیقاتی که بر سر این توطئه توی آلمان و بلژیک صورت گرفت و بسیار استقبال کرده و اصلا تشکر کرده از این. سیاست رسمی آمریکا هم که روز جمعه بعد از امضای رئیس جمهور این کشور اعلام شده، تاکید بر مبارزه علیه تروریسم صادراتی رژیم آخوندی داره. یعنی الان اگر تا چندی قبل اولویت داعش بودش، الان تاکید شده که اولویت تروریسم صادراتی رژیم آخوندی هستش و سخنان اخیر جان بولتون اگر توجه کرده باشین، جان بولتون به صراحت بر این نکته تاکید میکنه. شما به اینها، حالا همونجور که عرض کردم، برنامه های موشکی، موضوع سوریه، یمن، عراق و حزب الشیطان هم اضافه کنین تا پازل سمت سوی خلاص سیاست ها علیه مطامع خامنه ای در سطح منطقه ای و بین المللی بهتر روشن بشه. برای مثال در سند استراتژی ضد تروریسم آمریکا که روز جمعه انتشار پیدا کرده، تاکید شده رژیم ایران از گروه های شبه نظامی و تروریستی در سراسر خاورمیانه و شبکه ای از عوامل خود حمایت میکند و همچنان اصلی ترین حکومت حامی تروریسم در جهان باقی میماند. این گروه ها و به طور خاص حزب الله در همکاری با رژیم ایران از تروریسم برای توسعه نفوذ خود به عراق، لبنان، فلسطین، سوریه و یمن استفاده میکنند. ملاحظه میکنید که موضوع تروریسم رژیم الان شده یکی از اصلی ترین سیاست های ایالات متحده و بر این منطقه من گمانم بر اینه که در آینده بسیار نزدیک در دستور کار اتحادیه اروپا هم قرار خواهد گرفت. اما اون چی که به رژیم آخوندی برمیگرده، واقعیت اینه که به نظر من خامنه ای زهر خورده و طلسم شکسته اساسا میدانی برای بازی و یا برای خروج از این بحران ها نداره. ببینید الان در داخل رژیم با قیام های زنجیره ای روبرو هستش. شکل و نوع اونها شاید روزانه متفاوت باشه و متناسب با گارد گرفتن رژیم باشه، اما کیفیت یکیه، یعنی جنس سرنگونیه. ما الان کانونای شورشی رو داریم که به یمن هوشیاری مجاهدین و مقاومت ایران شکل گرفتن و به قیام ها سمت و سو میدن و به اون ضریب میزنن
و موضوع مهمتری که الان در دستور کار هستش موضوع آلترناتیو هستش، آلترناتیوی به نام مقاومت ایران، به نام مجاهدین، حالا چه عده خوششون بیاد چه بدشون بیاد، این موضوع جدی هستش و واقعی هستش و منطقا در دوران سرنگونی هر رژیمی بحث آلترناتیو روی میز میادش. رژیم هم از اون طرف غرق در بحرانهای لاعلاج اقتصادی هستش، بحران مالی داره، بحران اجتماعی داره. یک سخنرانی صورت میگیره در یک جای دنیا، شما میبینید که دلار چند هزار تومان بالا و پایین میشه. بله. الان شما اعتصابات بزرگ کامیوندارا رو میبینید که چگونه 14 روز رو بدون داشتن سندیکا، بدون داشتن تشکیلاتی، خودشون با دستان خودشون با شبکه خودشون به پیش بردن. صادرات نفت رژیم تا چند هفته دیگه به سقف 1 میلیون میرسه. ما الان بحران بیکاری در داخل داریم، بحران معیشت و فقر و فلاکت داریم، حاشیه نشینی داریم، سراسر جامعه رو این بحران ها فرا گرفته. تو یه همچین میدونی به واقع رژیم چیکار میتونه بکنه؟ هر قدمی که برداره به ضد خودش تبدیل میشه. در ثانی کدوم طرف تجاری حاضر الان بیاد و روی اسب بازندهی به نام خامنه‌ای که مردم تو کوچه و خیابان ها شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه میدن، سرمایه گذاری بکنه؟ من فکر میکنم پاسخ نهایی به مجموع سوالات شما در یک کلام هستش: خامنه‌ای به جبر زمان مجبور خواهد شد که به خواسته های به حق مردم ایران، مقاومت ایران گردن بذاره. این رژیم باید گورش رو از ایران گم بکنه، ایران رو به دست ایرانی بسپره و این خواسته ملی و به حق هستش. و به نظر من واقعیتی که در اون طرف سکه هستش باید گفت که مقاومت ایران و مجاهدین تا به امروز بیشترین بها رو، بالاترین بها رو برای رسیدن به اون پرداخت کردن. امیدوارم که تونسته باشم به سوالات شما پاسخ بدم. حتما حتما همینطور آقای حسینی، خیلی ممنونم از وقتتون. امیدوارم این آرزوی آخر به ثمر بنشینه و مردم ایران روی آزادی و روی آرامش و آسایش رو ببینن. آقای حسینی، از خودتون خیلی متشکرم که در این بحث شرکت کردید و برای خودتون و همکارانتون در بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه هم آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. یک بار دیگه از فرصتی که به دست اومده برای گفتگوی امروز تشکر دارم. متشکرم از شما، به نوبه خودم از تلاش های شما برای رساندن صدای مردم و مقاومت ایران سپاس مجدد دارم. براتون آرزوی سلامتی و پیروزی و اوقات خوبی رو آرزو میکنم خانم غفاری گرم. ما وظیفه‌مون انجام میدیم. خیلی ممنون آقای هرسینی. روزتون بخیر. روزتون بخیر. بالا گرفت کار جنون، بولی دوباره زار بزن، بغض فشرده می کشدت، فریاد کن هوار بزن. عشق است جمله هستی تو، جانت به نقد اوست گرو، این کار خیشتن چه کنی؟ جان و تنت پوشیده بس نشد سخنت، شد تیر جان روشن تو این پرده بر کنار بزن. حق حق فکنده حق طلبی، آخر نکم ز مرغ شبی، دیوار خاموشی بشکن گلبانگ یار یار بزن. در گیر و دار شورش تن، بشکن به درد ریشه بکن، دل را بکش ز سینه برو بر فرد انتظار بزن. نه این دل فضول تو را افزون بود شکنج روا،
گوشش بکش ز خانه ببر در کوچش بدار بزن نه نه مباد این به جنون که این شب چراغ آتش و خون طرفه است و بساز نگین بر تاج جاخ کن شلال برو بر دوش و بر بکار بزن نه نه نگاه دار ولی میاد چون رسید دلی چون مرغکی شکار شده بر نیزه بر نیزه سوار بزن